همزمان با فرارسیدن ماه محرم و سالروز شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت حسین ابن علی علیه السلام، شیعیان افغانستان از فشارهای طالبان و احتمال حملات گروه‌های سنی تندرو در ماه محرم ابراز نگرانی می‌کنند. آنها با انتقاد از عملکرد طالبان در قبال شیعیان و هزاره‌ها در طی سالهای اخیر می‌گویند با گذشت هر روز وضع محدودیت‌های مذهبی و دینی بیشتر شده است. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که در ادامه با هم می‌بینیم. در حالی که مردم افغانستان و به ویژه شیعیان این کشور در حال آمادگی برگزاری مراسم‌های عزاداری امام حسین علیه السلام هستند، روز جمعه 15 تیر در استان بلخ نشستی مشورتی با حضور عالمان دینی و مسئولان استانی به مناسبت آغاز ماه محرم برگزار شد. مسئولان محلی که از سوی حکومت مرکزی طالبان تعیین می‌شوند در این نشست مدعی شدند که محدودیت‌هایی به دلیل تأمین بهتر امنیت عزاداران وضع می‌شود، وگرنه حکومت طالبان در صدد تضعیف محرم و عاشورا نیست. اما فعالان اجتماعی و سیاسی افغانستان بر عملکرد و نیت طالبان به دید شک و تردید می‌نگرند، زیرا به باور آنان از زمان تسلط دوباره این گروه بر افغانستان شدیدترین محدودیت‌ها را علیه شیعیان و هزاره‌ها وضع کرده و با انواع ترفندها برای حذف و به حاشیه راندن شیعیان تلاش کرده است. گروه طالبان تا کنون فقه جعفری که پیش از این در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس می‌شدند را حذف کردند. همچنین در طی 3 اخیر گزارش‌های متعدد و مستنداتی از سوی نهادهای معتبر حقوق بشری و بین‌المللی از ممنوعیت مراسم‌های عزاداری عاشورا در کابل و سایر استان‌های شیعه نشین افغانستان از سوی طالبان منتشر گردیده است. سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش سالانه خود محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آزادی مذهبی شیعیان در افغانستان را نگران کننده خوانده بود. در این گزارش آمده که طالبان به دلایل امنیتی در سال 2023 بر برگزاری مراسم عزاداری دهه محرم از سوی شیعیان محدودیت وضع کردند. سازمان عفو بین‌الملل گفته است که در 28 ژوئیه سال 2023 بر اثر تیراندازی نیروهای طالبان برای متفرق کردن عزاداران در روز عاشورا در استان غزنی افغانستان 4 شیعه هزاره از جمله 1 کودک و 1 زن جان باخته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. در آن زمان منابع محلی گفته بودند که نیروهای طالبان به صورت مستقیم بر عزاداران شلیک کردند. هیئت عزاداران حسینی در روز عاشورای سال گذشته از منطقه قلعه شهاده غزنی به سمت بازار نوآباد آن استان در حرکت بودند که با برخورد خشونت‌آمیز و شلیک نیروهای طالبان مواجه شدند. امسال نیز شیعیان افغانستان با نگرانی از تکرار محدودیت‌ها و فشار طالبان در برگزاری مراسم‌های عاشورا ابراز نگرانی دارند. از سوی هم شماری از کارشناسان و نظامیان پیشین افغانستان به اخبار شیعه گفتند که طالبان اراده تامین امنیت مراسم‌های مذهبی را ندارند و با اقدامات نمایشی می‌خواهند سلب مسئولیت نمایند. این گفته‌های کارشناسان و نظامیان پیشین با اشاره به بازرسی خانه به خانه مناطق شیعه نشین غرب کابل صورت گرفته است. بسیاری از ساکنان مناطق شیعه نشین در غرب کابل صبح روز جمعه 15 تیر گفتند شاهد هجوم نیروهای طالبان به خانه هایشان و بازرسی آن بودند. منابع محلی گفتند که نیروهای طالبان بدون هماهنگی با وکلای گذر و به صورت کاملا ناگهانی و سرزده وارد خانه های آنان شدند و بازرسی را آغاز کردند. ساکنان محل
از رفتار نادرست نیروهای طالبان با مردم شکایت کرده و گفتند که آنان به حریم خصوصی خانواده ها احترام نمی گذارن. شماری دیگر از ساکنان محل انتقاد می کنند و می گویند اگر هدف طالبان تأمین امنیت محرم است، باید با وکلای گذر، بزرگان محل و شوراهای علما هماهنگی کنند، نه اینکه سرزده و ناگهانی وارد خانه های مردم شوند و امنیت و آرامش آنان را برهم بزنند. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای اسماعیلی، به نظر شما آیا همچنان فشارها بر شیعیان افغانستان و هزارها توسط طالبان به ویژه در ایام محرم ادامه خواهد داشت و آیا امید تغییر رویکرد توسط آنان به ویژه پس از نشست دوحه وجود دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان شما. خدمتتون باید عرض شود که شیعیان افغانستان یکی از بومی‌ترین مردم سرزمین افغانستان است و شیعیان افغانستان چنان که در تاریخ نوشته شده است آمده است که در زمان حضرت علی علیه السلام هزارها به شیعه و مذهب شیعه گرویدند و از آن زمان تا کنون این مذهبشان را با بهای بسیار سنگین حفظ کردند. در ادوار تاریخ سرکوب‌های بسیار زیادی از سوی سردمداران و حاکمان افغانستان صورت گرفت تا این مردم مذهبشان را ترک بکنند، اما نتوانستند. ببینید، در زمانی که طالبان در مرحله اول به قدرت رسیدند، شما شاهد قتل عام گسترده سوی طالبان در یکاولنگ، مزار شریف و چاچای افغانستان بودیم و همچنان زمانی که طالبان در 20 سال اخیر با دولت افغانستان اینا در حال جنگ بودند، بارها اینا به مراکز شیعه حمله کردند، اما در آن زمان مسئولیت مستقیم با بوده نگرفتند. و یکی از خاطرهای بسیار بدی که من دارم، در گذشته زمانی که طالبان حاکمیت داشتن، اینا در منطقه کندیپوش در ولسوالی زابون ولسوالی شاجوی هزاران شیعه را اینا مستقیم بردن، ترور کردن و از بین بردن. و حالا هم که اینا مراسم شیعیان را محدود کردن و بهانه های مسئله تامین امنیت، اینا یک بهانه است. در حقیقت اکثری قریب به اتفاق طالبان پیرو مکتب دیوبندی و سلفی هستند و آنها مذهب شیعه را بینان اسلام قبول ندارند، آنها را رافضی می‌کنند. بله، از توضیحاتتون ممنونم و تو گفتگوی آینده شما را به خدا می‌سپارم. عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم.